با سلام و روز بخیر حضور تمام دوستان عزیز و گرامیم که در صفحات مجازی با ما دوست هستند، به خصوص سابسکرایبرایم در چنل یوتیوب رئوف سرخوش موزیک. واقعا هوای امروز بسیار عارفانه و شاعرانه و عاشقانه است و ما خودم هم که اهل شکار هستم و هم اهل پیاده گردی. ساعت دقیق نمیفهم امیال چند بانگ یک سعی کنم 20 گذشته از یک است. هوا خیلی معتدل است امیالی، به خصوص کسایی که میخواید عکس بگیره و فیلم بگیره. هوا اول صبح در ساعت 9 خیلی خوب است، بعد ساعت 12 یک تا دور خیلی خوب است. خلاصه هوا بسیار بر وفق مراد من است، گرم و خوشایند. و امروز میخواییم که بعضی از جاهای زیبای امی ساحلی که ما آمدیم در کنار از دریا برای شما به عنوان وقفه و به عنوان تحفه برای شما نشان بیتم. با ما باشید. آفتاب تا بین دریا افتیده و مثل ستاره بازی میکنه، یعنی شوای آفتاب افتیده بین دریا. یک وقت فکر نکنید که خودی آفتاب پریده. آب با یک شمالک خیلی ناز میرقصه و ما ساحلی سنگار خیلی خوشم میاد. هنوز در ساحل کمی برف و یخ زدگی باقی مانده که شاید در روزهای آینده اینا هم آب شود. اما ما در زمانی که اینجی برف بودم آمدم، کلیپ های خیلی جالب از اینجی دارم. این سنگا رو خیلی دوست دارم. امیدوار هستم از این دو کلیپ کوتاهی که برای شما به عنوان تفریح و به عنوان از اینکه خسته نشوین از صحبات های ما برای شما گرفتم و میخواییم که شما هم لذت ببرین از این لذتی که ما میبرم. و جالب است که دنیا اوقدر مجازی شده که هر کس حال میتونه خودش یک جورنالیست باشه که در هر نقطه از دنیا که زندگی میکنه میتونه اما اوقات خود یا اما روزمرگی خود و فیلم بکشانه و برای خود ذخیره کنه، یا برای فیسبوک خود یا یوتیوب اینا او رو نشر بکنه به عنوان یک خاطره. و ای هم خودشگفتگی معلوم میشه و هم خودخواهی معلوم میشه. خودخواهی به فاز شخصی و ای هم خوب است. شاید یک روز آدم مرد، برای زنده هیچ اعتبار نیست و ای خیلی خوب است که تا زنده هستیم لذت ببریم. با ما باشید، باز یک وقفه دیگه میریم. یگان وقت از بس که
در طول 10 سالی که بیرون از افغانستان هستم فارسی گپ نزدیم، دری گپ نزدیم، ازبکی گپ نزدیم. باور کن کلمات از یاد میره، زبانم یک قسم چی میشه؟ یاری نمیکنه. بیشتر انگلیسی ها داشتم، وقت سویدن آمدم، سویدن شروع کردم زبان سویدنی را، حال انگلیسی از یادم رفته. حالی ما هر که برای ما گپ میزنه اول کدی سویدنی گپ میزنه. منظورم کسایی که انگلیسی برام زنگ میزنه گپ میزنه، ما با جایی که انگلیسی گپ بزنم اول سویدی گپ میزنم. باز اونا میگه پلیز ما نمیفهم تو سویدنی گپ میزنی. باز گپ کتیشان چی میکنم که معذرت میخوایم که اینی وضعیت از سر ما دیگه. باز کتیش انگلیسی گپ میزنم، باز با هموطنهای خوب فارسی گپ میزنیم، دری گپ میزنیم. فارسی و دری یک زبان است اما لهجه و دیالوگ خود داره. به هر صورت تمام زبانها قشنگ است. چند روز پیش روز زبان مادری بود. ما صمیم قلب برای تمام روابط خود این روز تبریک میگم. و چند روز روز پدر بود چند روز پیش. برای ما جالب است، من طول یک سال برای ما چندین بار همین مسیج و پیام میاد که امروز روزی پدر است و روزی مادر است. چقدر زیباست که هر روز روزی پدر و روزی مادر باشه و روزی زبان مادری باشه. چون ما و شما در تفاوت ها زندگی میکنیم، در کشورهای مختلف دنیا زندگی میکنیم و هر فرهنگ و هر کشور و هر مملکت تاریخ و جغرافیای خود داره. از اون لحاظ دمو کشورم که روزی مادر میشه، ما هم دمو کشور که هستیم همون روز تجلیل میکنیم به عنوان روزی مادر. اگر در افغانستان باشیم، ایران باشیم، ترکیه باشیم، اروپا باشیم، آمریکا باشیم، استرالیا باشیم، کانادا، آفریقا، روسیه، شوروی، هر جایی که باشیم دمو کشوری که زندگی میکنیم مجبوره که همو کلندر یا همو به حساب زبان سویدنی المونکه میگه، به حساب انگلیسی کلندر میگه، به حساب جانتری میگه در افغانستان. امور را باید ما دنبال بکنیم. از اون لحاظ نگران نباشین از این که بعضی ها میگه که چقدر روز مادر زیاد شده، روز زبان زیاد شده، روز پدر زیاد شده و این خیلی خوب است. یکانه علتی که زیاد شده است که ما و شما در تمام دنیا پخش هستیم به عنوان پناهنده، به عنوان مهاجر، به عنوان غریب نشین، غربت نشین. و این 3 میلیون مهاجر ما در ایران داریم، 3 میلیون مهاجر ما در پاکستان داریم، 6 میلیون و 1 میلیون یا کمتر دیگر در تمام دنیا داریم، در اروپا، در استرالیا، آمریکا، کانادا، در آسیا 7 میلیون مهاجر داریم ما و حدساً من میگم شاید یک تعداد ما راجستر همو دولت ها باشیم، یک تعداد ما راجستر نباشه. خیلی از پناهنده ها هست که بدون راجستر سیاه زندگی میکنن و بغض وطن در دل تمام پناهنده هاست، نه تنها افغانستان. ما خیلی مهاجرین سوریه را میبینم، عراق را میبینم، ایران را میبینم، دمینجی سومالیا را میبینم و حتی از کشورهای اروپایی تا اینجی پناهنده داریم، از خود اروپا، از کشور روسیه تا اینجی پناهنده داریم، پاکستان، هندوستان، از چین ما اینجی پناهنده داریم، هم مسلمان های چین تا اینجی پناهنده شده و هم دیگه از افراد چینایی ها تا اینجی پناهنده شده. و یک چیز دیگر هم میخواستم بگم که وضعیت پناهندگی نمیفهم در دیگر جاها چطور است، اما قبلا شاید خیلی خوب بوده تمام دنیا، فعلا در هر جا خیلی مشکل شده. این کسی هم اگر بخواهد مهاجرت کنه باید به عنوان یک مشوره باید کیس خیلی واقعی داشته باشه، کیس خیلی مهم است. این در هیچ جای دنیا پذیرفته نمیشه آدم اگر بره، اگر واقعا یک کیس خوب نداشته باشی، سند خوب نداشته باشی، زبان گویای خوب نداشته باشی. کیس به معنی است که تو خودت بچه فیلم هستی و داستان انت باید درست با مدرک و با اسناد تعریف کنی.
خیلی ها از متنای ما سال 2015 آمد، متاسفانه خیلی زیاد هم آمدن. اکثریتشان هم قشر جوان بودن، متاسفانه نتونستن قبولی بگیره، به خاطر که نمیدونستن که چگونه کس باید داد یک پناهنده. و همیشه انسان باید بیدانه پناهنده یعنی چی، کسی که میپذیره یعنی چی، کی باشد و یک پناهنده باید دارای چی کیس باشد، دارای چی پرونده باشد. امیدوار است مال همه فهمیده باشد، چون شکست های پای همه قبولی نگرفتن همه میفهمه. اما من به عنوان یک پناهنده این مشوره را به تمام پناهنده های دنیا میتونم که اول اگر واقعا در کشورتان ممکن است که زنده بمانید بپایین، همون چی خیلی خوب است. و اگر نیست واقعا به خاطر نجات جانتان میبراین، کیس مهم است، پرونده خیلی عالی مهم است که شما جان شما در خطر بوده از لحاظ نجات، مذهب و سیاسی، قوم، ملیت، هر چی بوده. و این مهم است که شما در کشور دیگه که میرین خود درست معرفی بتانید، وگرنه قبولی در هیچ جای دنیا ممکن نیست. و خانه از کشورهای اروپایی آباد که میلیون ها مهاجر پذیرفته و میلیون ها آدم پذیرفته، صاحب خانه زندگی آینده شده. امیدوار هستم که ما قدر از این کشورها را بدانیم و به خصوص به قانون از اونا باید احترام بگذاریم، آب و نانشان را میخوریم و باید احترام صد درصد است. و ما با خودم شخصا به هر صورت احترام خاص به تمام کشورها دارم، به خصوص کشورهای اروپایی که خیلی مهاجره پذیرفتند. و ما باید قانونهای در کشورهایی که زندگی میکنیم واقعا واقعا باید احترام بگذاریم، واقعا پاس از خدمات از اینا رو بدانیم. ما خیلی از مهاجرین میبینیم در کشورهای غربی زندگی میکنه، اما یک تعداد متاسفانه احترام نمیگذارن به قانون از اینا و اینا خیلی پابند به قانون خودست. و این خیلی مهم است که ما احترام بگذاریم. اولی که اگر میخواییم احترام شویم باید احترام بگذاریم، چون همه چیز عکس داره و هر عکس عمل داره. ما اگر دوست داریم احترام شویم باید احترام کنیم. ولی حضا چقدر خوب است که همه انسانی بیندیشیم، همه اگر یک واقعه را میبینیم دهی آرزو میشیم که انسان ما آرزوست، باید عمل کنیم. همه به تبلیغات و به گفتن بدون عمل و درست نیستم. خب یک وقفه میریم باز. آسمان دریا اردوش یک رنگ شده. خیلی ها برای آب بازی آمده، خیلی ها مثل ما برای گشت گذار آمده. این جلجلگ که میبینیم جلجلگی که بین آب است، یک وقت یادش بخیر در بند امیر که رفته بودم در اونجا کنسرت هم داشتم، یعنی میتر ساعت های یک و دو بود، آفتاب خیلی گرم بود و آفتاب میدرخشید، یعنی مثل چشمک چشمک زنان بین دریا را در اونجا هم تجربه کردم. یک شمالک خیلی ناز است، یخ نیست اما شمال هست. خب هر شروع یک پایان داره. این عنوان خاطره چند لحظه با شما صحبت کردم و حال میخواییم از حضور شما مرخص شویم و آرزومندم که همه شما انشاءالله به آرزو و هدفتان برسید انشاءالله. دوستای نازنینم، من این خاطره را حتما در کانال یوتیوبم
آپلود میکنم. امیدوار هستم که کانال یوتیوب ما را دنبال کنید، سابسکرایب کنید و همی یک زمینه ارتباط است بین ما و شما. خدا یار و مددگار شما باشه انشاءالله.